من میخوام اینجا از زبان شما از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش کنم، من از ایشون خواهش میکنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند. عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدند، پیگیری کنند، ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنند، مجازات کنند، به ملت ایران معرفی بکنند. تا دیروز که آخرین بازداشتیشون بوده 19 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن و از همون روز اول، یعنی از روز 15/5 که این پرونده تشکیل شده، تعدادی از کسانی که از همون موقع در مزان اتهام بودن طبق قانون و مستندات اتهام رو متوجه اونها می‌کرده، اینها تعدادی ممنوع الخروج شدن. بعضی از اینها مسدود الحساب شدن، حساب‌هایی که وجوه تحصیل شده از طریق رشوه یا احیاناً از طریق غیر مشروع از بانک‌ها برده شده بود، در اون حساب‌هایی که بوده موجودی‌هاش بلوکه شده. دستگاه قضایی هیچ بنایی در کوتاه آمدن نداره. الان این 3000 میلیاردی که در رسانه اومده، کدومشون این رو تحقیق کردن، به انجام رسوندن، محکوم کردن، گفتن 3000 میلیارد اختلاسه؟ ما که همچین چیزی رو تحقیق نکردیم، همچین حکمی هم نکردیم. اگر از بنده به عنوان مسئول دستگاه قضایی بپرسید 3000 میلیارد اختلاس است، بنده میگم نمیدونم. ما میدانیم که جریان بزرگ تخلف مالی رخ داده، چون اسنادش هست، اما 3000 میلیارد اختلاس بوده. خب باید بره دادگاه، محکوم شدن، ما اعلام میکنیم. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران، من گفتگوی امشبمون رو در ارتباط با مسائل خبری که در ایران در هفته اخیر مورد توجه قرار گرفته به مسئله اختلاسی اختصاص دادم که در بانک صادرات ایران صورت گرفته و احتمالاً در موردش تا به حال شنیدید. این در واقع بزرگترین اختلاس مالی است که در تاریخ بانکداری در ایران اتفاق افتاده. رقم بسیار بزرگی است، حدود 3000 میلیارد تومان. اگر که بخوایم این مطلب رو در واقع بیشتر بسط بدیم و رقم رو بیشتر بشکافیم، کافی است که به اطلاعتون برسونم که بودجه دفاعی جمهوری اسلامی در طول سال تقریبا دو برابر این مبلغ هست. یعنی مبلغی که از بانک صادرات اختلاس شده، البته بعدا توضیح خواهم داد که مستقیما از بانک صادرات نیست ولی از سیستم بانکی کشور اختلاس شده، حدودا نصف بودجه دفاعی جمهوری اسلامی است که همطور که میدونید رقم خیلی بالایی رو داره، یعنی حدود 6 بیلیون تومان در سال هست. نکته‌ای که در واقع دیتیل جزئیات این قضیه میتونم خدمتتون بگم، تا اونجایی که در اخبار منتشر شده این هستش که فردی به نام امیر منصور آریا که از ظاهراً از نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد هم هست، در طی 10 سال گذشته، یعنی از اوایل دهه 80 که در اون موقع در شمال ایران یک گاوداری داشته و به کار کشاورزی و در واقع تولیدات اگرو اینداستری مشغول بوده، سرمایه‌اش رو با کمک در واقع دولت به رشته‌های صنعتی انتقال داده و به عنوان یک گل سرسبد در واقع دولت آقای احمدی نژاد شناخته می‌شده و از انواع و اقسام حمایت‌های وزارت صنایع و سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران و وزارت دارایی استفاده کرده. تا اونجایی که مشخص شده این رقم 3000 میلیارد
تومانی که اختلاس کرده ایشون به وسیله یک مسئول بانک صادرات در شعبه صنایع فولاد اهواز صورت گرفته. این نکته هم خدمتتون بگم که 3 سال قبل در ادامه برنامه در واقع خصوصی سازی صنایع در ایران، دولت جمهوری اسلامی کارخانجات صنایع فولاد اهواز رو به این آقای امیر منصور آریا فروخته با در واقع حمایت رئیس دفتر آقای احمدی نژاد، آقای مشایی، که طی نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت دارایی توصیه کرده که از خرید صنایع فولاد اهواز وسیله گروه صنعتی امیر منصور آریا حمایت بکنند. نحوه در واقع فراهم کردن سرمایه‌ای که آقای منصور آریا لازم داشته برای این خریدها به این صورت بوده که ایشون یک سری اسناد اعتباری تقلبی رو در بانک صادراتی که شعبه‌ای در همین صنایع فولاد اهواز داشته صادر می‌کرده و این صنایع اسناد اعتباری رو در بانک‌های دیگه ایشون به عنوان تضمین برای گرفتن وام قرار می‌داده. همونطور که می‌دونید در سیستم بانکی ایران از قدیم هم مرسوم بوده که فرض بکنید سفته یا براتی که تجار داشتن برای وصول در واقع نقد، مثلا برای 6 ماه بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد، این رو میتونستن 2 سال قبل اینو به بانک بسپرن و در ازاش وام بگیرن. ایشون هم این اسناد تقلبی رو که با کمک این رئیس بانک دریافت میکرده بدون اینکه واقعا چنین مبلغی رو طلبکار باشه از بانک صادرات، اون سند رو میبرده در بانک دیگه میذاشته و بر اساس اون وام میگرفته و به این ترتیب تونسته حدوداً 3000 میلیارد تومان از بانک‌های دیگه، از 7 بانک دیگه در واقع نقدن مبالغی رو دریافت بکنه و این مبالغ رو در جای مختلف به سرمایه بسپاره و از جمله یک بانک جدید هم به نام بانک آریا، بانک خصوصی به نام بانک آریا تولید کرده، یعنی ایجاد کرده، و این بانک هم جز در واقع سرمایه این گروه صنعتی آریا شناخته میشه، علاوه بر اون صنایع فولاد اهواز و تعداد زیادی کارخونه ها و مؤسسات اقتصادی دیگه. همونطور که گفتم در جریان این فروش ها و خرید هایی که صورت می گرفته حداقل 3 نفر اسامیشون علاوه بر آقای رحیم مشایی و علیرضا رحیمی، رئیس در واقع اول نایب رئیس اول رئیس جمهور ایران، اسامیشون به گوش میخوره. یکی وزیر دارایی ایران هست، آقای شمس‌الدین حسینی، و بعد رئیس کل بانک مرکزی ایران هست که آقای محمود بهمنیه، و آقای محمد جهرومی که رئیس کل بانک صادرات ایران هست. همونطور که عرض کردم بانک صادرات مدعی است که از این بانک اختلاسی صورت نگرفته، ولی اسنادی رو که بانک صادرات صادر کرده در واقع بانی اصلی این سوء استفاده مالی در کل کشور هست. اثراتی که این قضیه از نظر سیاسی بر دولت احمدی نژاد خواهد داشت، یکی این هستش که الان فرصتی رو داده به قوه قضاییه ایران، از جمله به دستور آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آقای محسنی اژه‌ای که دادستان کل کشور هست مأمور رسیدگی به این پرونده شده و ادعا کرده که به زودی، اولا که اعلام کردن که اون آقای امیر منصور آریا رو دستگیر کردن و تعداد دیگری رو هم گرفتن و کل در واقع سرمایه مالی ایشون رو هم ضبط کردن، و آقای اژه‌ای مدعی است که اون اموالی که ضبط شده ارزشش بیشتر از این 3 هزار میلیارد تومان هست. حقیقت مطلب رو البته هنوز کسی نمیدونه، ولی مطمئن باشید که از این موضوع، همونطوری که در واقع پرونده آقای شهردار سابق تهران کربازچی استفاده کردن بر علیه دولت خاتمی، از این هم بر علیه دولت احمدی‌نژاد استفاده خواهند کرد اصولگرایان. ولی نکته مهمتر این استش که اصولاً سیستم بانکی ایران و سیستم اقتصادی ایران به علت اینکه شفاف نیست و با یک نامه یا دستخطی از یک روحانی یا یک مسئولی از فرض کنید دفتر رئیس جمهوری یا دفتر خود آقای خامنه‌ای در جاهای مختلف، اینها برخلاف قانون و مقررات و بدون هیچ نوع ضابطه‌ای وام‌هایی داده میشه به ارقام کلان
که این ارقام هم در هیچ جا ثبت نمیشه و در هیچ جا در واقع نمووی نخواهد داشت. و افرادی به همین طریق در ایران پولدار شدن، همونطور که میدونید شهرام جزائری شخصی بود که قبل از این پرونده در واقع اسمش یکی دو سال قبل بالا اومد و مدعی بود که به تمام نمایندگان مجلس ایران و تمام روحانیون و تمام آیت الله ارقام مختلفی رو در واقع به عنوان کمک داده بوده، برای بعضی ماشین خریده بوده، برای بعضی خونه خریده بوده. و به هر حال واقعیت این هستش که به خاطر اینکه سیستم اقتصادی ایران و سیستم بانکی ایران یک سیستم شفافی نیست و یک سیستم بازرسی در وجود نداره که بخواد این حرکات رو کنترل بکنه و یا در واقع تایید بکنه این اسناد رو، با همطور که عرض کردم با یک دستخطی از فران آیت الله یک کارخونه رو میدن به یک شخصی که باهاش ارتباط دارن و در نتیجه به یک چنین موضوعاتی هم بر میخورند. بارها این جریان اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه خواهد داشت تا زمانی که سیستم دولتی ایران یه سیستم شفاف و بر اساس قانونی نباشه. انتظار چنین اختلاس هایی رو باید داشت.